گزارش بی بی سی فارسی در نقد برخی سبک‌های عزاداری هرچند سخن جدیدی نداشت، اما حرف و حدیث‌هایی را در شبکه‌های مجازی به راه انداخت. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. در روزهای اخیر تلویزیون بی بی سی فارسی با انتشار گزارشی عزاداری محرم را دیسکوی حسینی نامیده که به جای عزاداری به کارناوال مبدل شده و هیئت‌ها تبدیل به کلوب شبانه شدند. ابتدا باید از تهیه کنندگان گزارش بی بی سی فارسی پرسید چند درصد عزاداری‌ها در ایران و عراق و سایر بلاد شباهت به دیسکوی حسینی دارند. بیشک پاسخ اقلیتی ناچیز است و در این صورت پرسش بعدی این است که چطور یک پدیده‌ای که اقلیت ناچیزی را در بر گرفته به جای یک کل فراگیر که عزاداری سنتی و اصیل است در رسانه جا زده می شود. از سوی دیگر نظام حاکم بر ایران و رسانه‌های غربی مخالف نظام ایران در دو سوی یک کشمکش سیاسی تلاش دارند که شعائر حسینی را با سابقه ای کهن دولتی و حکومتی نشان بدهند. باز این پرسش مطرح می شود که چه میزان از مجالس و هیئت‌های عزاداری محرم حکومتی و چه میزان مردمی و سنتی و اصیل هستند. شاید پژوهش آماری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته باشد، اما به نظر می رسد با نگاهی کلی بتوان تأیید کرد که هیئت‌های حکومتی در اقلیت قرار دارند. حتی اگر بپذیریم که بخشی از زنان و دختران و پسران بدون علایق مذهبی در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین شرکت می‌کنند، باز هم این حاکی از جاذبه معنوی آن حضرت و شعائر حسینی است و باید پرسید یک مفهوم دینی و شیعی اگر انسانها حتی فرزند بدون انگیزه های مذهبی را به سوی خود جذب نماید چه ایرادی دارد؟ سبک عزاداری و مدایی های جدید برگرفته از برخی ضرباهنگ های ترانه ها هم شاید از نگاه برخی قابل قبول نباشد، اما در عین حال حاصل تنوع و جذابیت برخاسته از فرهنگ متکثر ایرانی شیعی است. مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی در جمع مبلغین ماه محرم بر تبیین مختصات برپایی عزاداری و تعظیم شعائر حسینی بر پایه عرف عامه مردم تأکید داشتند و فرمودند هر نوع عزاداری که عرفاً تجلیل و تعظیم از امام حسین باشد از شعائر ایشان محسوب می شود و این لزوماً محدود بودن به زمان معصومین نیست، بلکه شعائر حسینی می تواند به اشکال و روش‌های متنوعی در عصر حاضر تجلی یابد که هر کدام به هر نحوی نشان دهنده تعظیم و تکریم آن حضرت باشد. بر این اساس تلاش برای ایجاد شبهه‌ها و شائبه‌ها در شعائر حسینی هم از سوی جریاناتی که تلاش دارند آن را به قدرت نرم یک نظام سیاسی تبدیل نمایند و هم برخی رسانه‌های غربی که آن را دیسکوی حسینی می‌خوانند نمی‌تواند آینه‌ای از این سنت فراگیر و کهن اسلامی باشد. برای صحبت بیشتر در این خصوص حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاج آقای هدایتی، به نظر شما تحلیل بی بی سی فارسی از نوع عزاداری ها در ایران آیا مطابق با واقعیت است و همچنین آیا تحلیل این رسانه ها با حقیقت فاصله داشته و همچنان میراث فرهنگی عزاداری در میان شیعیان ایرانی حفظ شده است؟ با
عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا. ببینید، تحلیل این بی بی سی خیلی قابل توجه هست و تأمل. اینکه نگرانی و دلسوز شدن نسبت به عزاداران و شیعیان و نسبت به شعائر امام حسین برای ما خیلی قابل تأمل و سوال برانگیز هست و شبهناک. چگونه میشود بی بی سی که بسیار هوادار انواع دیسکوها هست، چه می شود که یک دفعه عزاداری امام حسین رو شبیه سازی میکنه و در واقع میخواد آسیب شناسی بکنه؟ و از اون عجیبتر و به اصطلاح خیلی مهمتر، این که بی بی سی نیتخوانی میکنه، که این از یک روند حرفه یک رسانه مانند بی بی سی خیلی تعجب آور هست، که میگه این کسانی که میان با این ظاهر متفاوت و یا اینکه با نوع برگزاری متفاوت، این حکایت از این داره که اینها باور واقعی ندارن در گزارششون اومده و این بدون باور میان عزاداری میکنن. این یک نیتخوانی از یک رسانه حرفه‌ای بعید هست و مشخص هست که هدفمند با هدفهای غیر متداول و که باید یک رسانه کاملا بیطرف باشه در بیان مطلب، ولی بیطرفی نداشته. ولی پر واضح هست که اولا در گزارش شما هم آمد یک فرهنگ متکثر در ایران هست، که البته عده خیلی کمی هم نوعی آلات موسیقی یا نوعی برگزاری های نوع عزاداری رو به شکل خاص برگزاری میکنن، که نسبت به اگر بخواد بی‌طرف پوشش بده بی بی سی و انواع عزاداری و هیئت‌ها رو نگاه بکنه، میبینه که این چنین نیست، یک سویه رفته. بله. به عبارتی دیگه بی بی سی لات کوچه خلوت هست. اگر میخواد بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه، کارشناسای زبده بسیاری هستن در جهان تشیع، اینها رو دعوت کنه، شبهه خودش رو، اشکال خودش رو مطرح کنه، ببینه نظر کارشناسان چی هست، نه اینکه یک سویه بخواد عزاداری رو تخریب کنه، که به نیت بنده این روند رو ما داریم میبینیم در عملکرد حاکمیت. از سوی دیگه اگر یک ظاهری متفاوت عزاداران و جوانان دارن، اینها این یک کنش اجتماعی بسیار عاقلانه و هوشمندانه است از طرف بخشی از مردم که از حاکمیتی که با استبداد و رویکرد دیکتاتور منشانه آمده و اعمال زور میکنه، اینها با ظاهری متفاوت و با برنامه متفاوت از قرائتی که یا روند معمولی که حکومت داره عزاداری رو برگزار میکنن، که اعتراض و کنش سیاسی خودشونو به حاکمیت نشون بدن. بله. این یک واقعیتیه که باید بهش توجه بشه. وقتی حکومتی آزادی بیان نیست، بخشی از جامعه میان گاهی در یک انتخابات فرمایشی 61% میان میگن نه، گاهی هم در ظاهر خودشون و عملکرد خودشون نسبت به عزاداری اعتراض خودشون رو به حاکمیت مستبد دینی نشان میدن. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان.